این ویدیو میخوام در مورد ایونت لوپ صحبت کنم ایونت لوپ چیزیه که به ما کمک میکنه با پرفرمنس بالا بتونیم شبکه و ورودی خروجی ها رو کنترل کنیم و میریم میبینیم که چرا باعث افزایش شکارایی میشه توی این ویدیو میخوایم در مورد ایونت لوپ حرف بزنیم و میریم ببینیم که دقیقا چی به چه شکلی انجام میشه خب ما انواع اقسام عملیات های اجرایی داریم یعنی خیلی کلی بخوایم اونا رو دسته بندی کنیم به دو دسته تبدیل میشن اونایی که نیاز دارن که محاسبات انجام بدن و اونایی که نیاز دارن با ورودی خروجی ها که معمولا شبکه است یا هارد دیسک یا یه چیزی روی دیسک تعامل کنن معمولا اونایی که نیاز به محاسبات دارن سریعترن و بدون محدودیت انجام میشن یعنی منظور از بدون محدودیت یعنی گیر نمیافتن چون سی پی معمولا سریع ترین بخش سیستمه که در دست ماست ولی اونایی که نیاز به ورودی خروجی دارن معمولا شبکن یا دیسکن که خیلی کنتر از کنترن به نسبت سی و به اصطلاح به اون بالاییه میگیم سی پی لیمیتد و به اینا میگیم آی او لیمیتد که از این اصطلاح استفاده میکنن و حالا میریم نگاه میکنیم ببینیم چه جوریه بحث این امروز ما اون کس که به نیاز به ورودی خروجی داره یه مدل اینه که ما مثلا اگه فایلی رو باز میکنیم که فرض کنید روی سی دی رامه که کنده یا مثلا فایل فایلی رو باز میکنیم که روی شبکه است و از طریق مثلا یه شعر ویندوزی در اختیار ما قرار گرفته ما تا بریم چه مقدار اطلاعات از این بخونیم مقداری طول میکشه مقدار طول کشیدنش هم منظور اینه که سی پی اومون بیکار میمونه تا این اطلاعات آماده بشه ما دو تا راه حل داریم نسبت به این یکی اینکه به صورت توی یه لوپی چک کنیم بگیم آماده شد آماده شد آماده شد به این مدل میگن مدل بیزی بیت که همزمانه یعنی اینکه پروسه ما معمولا بلاک میشه توی اون نقطه ای که گیر کرده و حالا یا هر عملیات ما و گیر میکنه و سی پی هم مشغول این که بگه آقا آماده شد آماده شد آماده شد این منجر به این میشه معمولا این که زمان سی پی مون هدر بره یعنی زمان سی پی صرف یه کار دیگه ای بشه که مثلا نیاز به سی پی داره ولی اینجا یه لنگ پا منتظر یه آی او کنده یه اینپوت اوتپوت کنده که انجام بشه و به همین خاطر هدر میره و ما نمیتونیم چیزای دیگر رو پردازش کنیم خب یه مدل دیگه براش ایجاد کردن که بهش میگن مدل غیر همزمان مدل غیر همزمان رو توی زبونهای برنامه نویسی مختلف و تکنولوژی های مختلف جورای مختلفی پیاده میکنن که یه مدل مدل کالبک تو جاوا این خیلی بابه میگیم برو این کار رو انجام بده آن ارورش اینو بهم برگردون آن حالا ساکسسش یه کاری بکن یعنی اینکه ما دیگه خودمون رو درگیر اون تیکه که داریم میریم از شبکه میخونیم و مثلا وب سرویس رو صدا میزنیم نمیشیم یه تیکه دیگه اینه که میتونیم به ازای هر کارمون یا پروسس یا ترد ایجاد کنیم که اون ترده گیر میکنه اما سیستم عامل اتوماتیک میره روی ترد دیگه یا روی پروسه دیگه و توی اون چیز میکنه عملا و توی اون عملا میره یه کار دیگر رو انجام میده و اینجوری پیچیده نیست ولی اینجا میگم اینجوری دیگه سی هدر نمیره ولی اینجا باز مشکلش مشکل اینه که چجوری این اطلاعات که قاعدتا به هم وابستند رو با هم دیگه سینک کنیم و از این کارا که دوباره یه پیچیدگی هایی اضافه میکنه یا حالت بعدی اینه که ایونت رو پیاده کنیم که ایونت اصلش توسط سیستم آمل ها داره پیاده میشه و این باز یه پیچیدگی های دیگه ای به ما اضافه میکنه ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که تو ایونت لوپ ما با کمک او که تو هر او این به یه شکل مختلفی پیاده میشه میگیم که آقا جان من دارم با این ابزارهای ورودی خروجی تعامل میکنم با این فایلا با این سوکت ها با چیزای این مدلی دارم تعامل میکنم و الان که دارم تعامل میکنم زحمت بکش هر و از این سوکت ها اتفاقی افتاد که اتفاق شامل اینه که من مثلا دیتایی رو رایت کردم و نوشته شد یا یه چیزی رو خوندم و آماده شد به من خبر بده یه حلقه میذاریم به همین خاطر میگن لوپ یه حلقه میذاریم و اینو چک میکنیم و اولین اتفاق از آی اوی که آماده است رو مثلا انجام میدیم که حالا میریم جلوتر یه مثال خوبتری در موردش میزنیم خب توی انجینیکس حالا ببینیم این چه جوریه انجینیکس جزء اون وب سرورهاییه که اون به پرفورمنس بالا مشهوره و دلیلی که باعث شده که پرفورمنسش بالا بره اینه که از این مدل ایونت لوپ داره درون خودش استفاده میکنه تفاوت اصلیشون زمانی که اومد با آپاچی این بود البته آپاچی بعد از اون هم تغییر کرده و الان این حرف من ممکنه درست نباشه اما تو اون نقطه ای که انجینیکس اومد و خیلی مشهور شد به این دلیل بود خب کرنل مسئولیت حرف دادن با شبکه و دیسکو داره یعنی کرنل سیستم عامل و آقای ایونت لوپ انجینیکس میاد منتظر یه کانکشن میشه یا هر ایونتی رو هر کانکشنی و از توی اون کرنل لیست ایونت ها براش میاد که یه سوکت جدید ممکنه باشه ممکنه رسیدن دیتا باشه یا ارسال اتمام ارسال باشه که حالا توی این مدل این ایونت رو میگیره پردازش میکنه و نتیجه رو تو صف خروجیش قرار میده یعنی اینکه میبه و اسمی که آقا اینا رو بفرست و دوباره ممکنه این ویت بشه و دوباره برمیگرده سر صف یعنی توی این لوپ هی میچرخه و میچرخه تا کارها رو انجام بده همین کار کوچیک باعث میشه که در زمانی که منتظر یه آی او تموم شدن بتونه به کارهای دیگهش برسه انجینیکس این این حالت رو حتی یه مقداری پیش برده و اومده گفته که من به ازای هر ایونت آی که رخ میده یه تسک میسازم همینطور که میبینید و حالا تسکا رو بین یه ترد پول شیر میکنه که بتونه از تمام سی پی هایی که مثلا اون کامپیوتری که انجینیکس روش اجرا میشه استفاده کنه و میاد به تعداد هسته ها سی پی درست میگم به تعداد هسته های سی پی ترد درست میکنه و اونا رو تو اون تردا پردازش میکنه نتیجه رو برمیگردونه خیلی ممنون که به این ویدیوی کوتاه من گوش دادید امیدوارم که خوشتون اومده باشه لطفا به من حتما فیدبک بدید اگه دوست داشتید و فکر میکردید موضوعی وجود داره که من بگمش حتما پیشنهادش بدید اگه فکر میکنید من این موضوع رو بد گفتم و حالا جا داشت که بیشتر در موردش حرف زده بشه لطفا بگید به بازخورد بدید و اگه خودتون خواستید در این حوزه ویدئویی بسازید که من میتونستم کمکتون کنم حتما به من توی شبکه های اجتماعی پینگ کنید به اصطلاح به من پیغام بدید تا بتونم اگه میتونم کمکتون کنم کمکتون کنم اگه هم دوست داشتید لطفا مشترک بشید خیلی ممنون که وقت گذاشتید خدا نگهدار